شب همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پادله کردی. مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی. برنامه‌ای که من معمولا توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای خیلی جالب و جذابم. البته امروز من نه مستم نه چتم مثل روزای دیگه، یه قهوه فقط دارم و مهمون عزیزمم امیر مسعود فکر میکنم یه حد آب یا چای فکر کنم دستش باشه. امروز خلاصه یخت سوبرتریم به قول معروف. ولی از اون ور همونجوری که توی گوشه صحنه که شما نمی‌بینید امیر مسعود داره میرقصه با موزیکش، این آدم دائم الچت و حالت طبیعی مست و چت هستن. و مثل همیشه اگه دوست دارین منو توی سوشال میدیا دنبال کنید با هندل @kingram توی تویتر، اینستاگرام و جاهای دیگه. البته الان دیگه من چند تا ادمین دارم که کمکم کنن که منیج کنم این چیزا رو، برای همین من دیگه خیلی شخصی مسیجا رو نمیتونم همه رو چک کنم. بعضی وقتا چک میکنم، اونایی که خیلی مهمه بهم فورورد میشه. برای همین لطفاً عکس نود یا لختی دیگه نفرستین. و البته دوستای نزدیک هستن و آدمایی هستن که ریلایبل و قابل اعتماد هستن، ولی میگم چون تعداد مسیجام زیاده دیگه یه ذره سخت‌تر منیج کرد. ولی دوست دارم با شما در مورد همه چیز مثل همیشه شفاف باشم که سوء تفاهمی پیش نیاد. بعدش هم این که توی foundation.app/kingram یه سری NFT دارم برای فروش، اگه دوست داشتین اونجا ساپورت کنید که دمتون گرم. کلا یه سری کارهای خیلی جدید و باحالی با NFT ها خواهم کرد و اگه کسی خیلی وارد به این دنیای NFT و بلاکچین و این چیزا با من تماس بگیره لطفاً. چند تا مهمون دیگه هم خواهم داشت که توی در مورد این فضا هستن، ولی من یه پروژه‌ای دارم که میخوام یه سری NFT هایو تعریف کنم که به حالت جایزه بتونم اونا رو بفروشم که برای من هم یه سورس درآمدی باشه، هم برای شنوندهای طرفدار یه راهی باشه که بتونن یه سری چیزای باحالی بخرن که بعداً توضیح کامل‌تری خواهم داد. و مثل همیشه هم اگه پادکست رو دوست دارین میتونید gofundme.com/kingram برید که ساپورت کوچولی بکنید. هیچ توقعی نیست دیگه این پادکست، نه من تبلیغ خواهم گرفت نه یه قرونم از توش در نیاد، مهم نیست. من اینو همیشه ادامه خواهم داد. این هدف من هیچ وقت از اولش هم پول درآوردن نبود توی این پادکست و با همین انگیزه و عشقی که بیام صحبت کنم و با دنیا در دل کنم و مهمونای باحال داشته باشم و کلی یاد بگیرم، با همون انرژی میخوام جلو برم. مهمون امروز هم یه آدم خیلی باحال به اسم امیر مسعود که یک فارمی توی حومه‌های ونکوور به اسم اباندنس کمیونیتی فارم را انداخته. میتونید سایتش رو گوگل کنید، چک اوت کنید، سایتش رو بعدن خودش میتونه بگه بیشتر اگه دوست داشتین نگاه بندازین. ولی امیر مسعود برای من واقعا مثل نقش یه برادر بزرگتری داشته این چند وقته و عشقی که من داده، حالی که من داده، واقعا یه خلای خیلی بزرگ یا توی زندگی منو پر کرد. وقتی به خصوص من توی دوره خیلی بحرانی بودم، همینجوری که شما هم میدونید، و یه جای خیلی تاریکی بودم و نمیدونستم مثلا با خودم چی کار کنم و چجوری از توی اونجا بیام بیرون. و میدونی یه مدتی چند تا جا رفتم روان درمانی و یکی گفت قرص بخور، یکی گفت برو زیر تو این تخت بخواب زیر یه لامپ مهتابی 48 ساعت، نمیدونم 48 که نگم مثلا چند هفته خودتو اینجا بستری کن. یه جا میگفتن آقا ریهب باید بری، یه جا ماهی $30,000 مثلا پولش بود. گفتم بابا این دیوونه بازی ها چیه؟ بیشترین چیزی که من لازم دارم یه کامیونیتی قوی و خوبه. من نیاز به عشق دارم، به سپورت انسانی دارم. یعنی هرچی خودم رو تنها تر کنم چیزی حل نمیشه. و خوشبختانه خب تراپی هم دارم میرم و تراپیست خیلی خوبی دارم و امیر مسعود واقعا، ولی نقشی که برام پیدا کرده از تراپی هم بهتر بوده، به خاطر اینکه
با احترام به هم گوشون، نه فقط امیر مسعود، بقیه بچه‌ها هم که تو این فرم هستن، میدونی با احترام هم به هم دیگه گوش میدیم، بحث میکنیم، صحبت میکنیم، عشق میدیم، غذا درست میکنیم برای هم و واقعا اون حس کامیونیتی و قبیله‌ای اینجا واقعا یه چیزیه که همون طبق همون حرفایی که همیشه من و جیسون و خیلی دیگه تو این پادکست زدیم، یه چیزی که من خیلی بهش علاقه خاصی دارم و زندگیمو یه جوری منو هی هول میده بیشتر به اون سمت که متوجه میشم که چقدر ماها واقعا موجودات اجتماعی هستیم و نیاز داریم به این حمایت، نیاز داریم به این که کنار آدمایی باشیم که درک اون میکنن و برامون واقعا احترام و ارزش قائلن. خلاصه امیر مسعود خودش از یه بک‌گراند مهندسی میاد فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، ولی یهو زد تو فاز رقص و عرفان و عشق و کهکشان و کامیونیتی و نمیدونم غذا و فرم و همه این چیزا که حالا با هم کلی میخوایم مفصل صحبت کنیم، چون امیر مسعود یه دونه منو معرفی کرد با چند تا آدمای تئوریسین و فیلسوفایی که توی این مبحث خیلی صحبت میکنن، چند تا مقاله داد بخوندم، خودش یه دونه مانیفست نوشته که کلی هم طولانی بود، دهنم صاف شد کلشو بخونم و کلی نقطه برداشتم که از روی اون با همدیگه سری صحبتهایی بکنیم و خلاصه خیلی خوشحالم که بالاخره این وقت شد که با همدیگه بشینیم صحبت کنیم. امیر مسعود خیلی خیلی خوش اومدی به برنامه مستی و راستی. واو مرسی، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم با این حرفات. واو that was so beautiful. مرسی. فارسی انگلیسی قاطی خراب. خلاصه عادت کنین برنامه. سعی کن تا اونجایی که میتونی، چون فوش خارمادر میدم وقتی کلمات انگلیسی. البته نصف این کلمات سخته همشونو که آدم بخواد به فارسی برگردونه. ولی سعیمونو میکنیم. واسه من سختش اینه که این زندگی احساسی من چند وقته به انگلیسی بوده و تمام این برنامه‌های کامیونیتی و جمعی، برنامه های فرهنگ جمعی به زبون انگلیسی بوده، برای همین یه جوری شده که وقتی به دلم وصل میشم بیشتر انگلیسی میاد، ولی سعی میکنم فارسیش کنم. اوکیه. من آره میخواستم همون که دیگه شروع کردم میذار از بک‌گراند خودم داشتم میگفتم و لایف استایل و دنیایی که توش بودم، میدونی خیلی وابسته به سوشال میدیا، به توجه، به ایگو. یعنی من با اینکه هی خودم خیلی لخ بودم توی این پادکست و اصلا کلا توی مسیر زندگیم توی کارم همیشه سعی کردم یه لختی و شفافیتی داشته باشم که ولی بعضی وقتا اون ایگو لامصب میزنه بالا و گوه میزنه تو تمام برنامه ها و از مسیر و راه دور میشم و گوه میشم و همینجور توی اپیزود قبلی به بچه داشتم گفتم که اینجا و این فرصتی که اینجا برام فراهم شد باعث شد که بتونم دوباره یه جوری مسیر خودم پیدا کنم توی زندگی. تو چی شد که اصلا یه ذره دوستانم از بک‌گراند خودت شروع کنیم که چی شد از یه مغز خیلی مهندسی و خیلی تکنیکال به یه ها اومدی توی این دنیا، یه ها از شهر رو اینو کندی و کاملا گفتی آقا راه درست اینه، صراط المستقیم توی کهکشان فارم دینه صراط المستقیم. آره خب این که اول میگی به نظر من ما توی جامعه خب مریضی زندگی میکنیم، حالا همه جای دنیا مثل همدیگه است و همه اینا هممون مشکلات و تراماهای خودمون رو داریم، برای همه هر کی بستگی به جایی که کاری که داره میکنه یه گیرایی داریم دیگه همه. و خب من چیزی که اینجا واسم خیلی جالب بود این که مینی از نظر فلسفی یهو دنیای دنیای تنهایی شده دیگه، مخصوصا دنیای غرب، این فر دنیای لیبرال هر کی واسه خودشه. منم از یه فرهنگ شرقی میام، خانواده بزرگ و دوستا و رفیقا و برا بچه همه دوره هم، بعدم پدر بزرگام هر دوتا باغ داشتن و باغ تفریحاتی در همدان و شهرزا، ما بسیار قمشه ما اونجا خیلی توی این باغ شقاده خوشمون میگذشت و اینا. بعد وقتامون لحجه شهرزایی میزنه بالا، نه؟ اونم دیگه میاد دیگه، خودش میاد. با مزه است. بله خب براتون بگم که خب اون یه تیکش بود که خب با خانواده و اینا و بچگی ها و خاطرات همه این بود که تو باغ دور هم جمعیم و چقدر خوش میگذره و چقدر این همین فرهنگش فرهنگ مهمیه. و قسمت دیگه‌ش هم این بود که بیشتر اون قسمتیه که تو خوندی به عنوان میدونی فلسفه‌ش، این که واقعا تو این دنیا ما اگه بخوایم که از این مشکلی که داریم برای اینکه حالا مصرف داره میره بالا و خلاصه آخر زمونه، حالا همه هم قبول داریم آخر زمون داره میرسه،
از این در بیایم باید بتونیم که یه فرهنگ جمعی درست کنیم که دور هم باشیم و در این فرهنگ جمعی باعث میشه که همین که اگه درست بتونیم انجامش بدیم زندگی بهمون بیشتر خوش بگذره. اونجوری که میگیم همین که دور همین مهمه، اما بیشتر خوش میگذره همین که میتونیم شیر کنیم دیگه، در اشتراک بذاریم چیزایی که داریم و واسه همین تاثیر اونم در محیط زیست میاد پایین. برای همین هم از نظر منطقی برام این بودش که آقا این دنیا رو باید برم، همین که از نظر بک‌گراند احساسی بعدش هم من در یه مرحله در 2009 جدا شدم، بعد یهو اینجوری بودم که خب زندگیم باید عوض کنم و دیگه وارد این داستان شدم. حالا قصهش طولانیه، میتونم یه موقعی تعریف کنم، ولی در اون بودش که واقعا اون زندگی جدید چیه و این زندگی رو یهو پیدا کردم. و چیزی که روش دست گذاشتی، میگم الان فرهنگ مصرف‌گرایی و تک‌روی و میدونی یه تأکیدی همیشه هستش روی توی فرهنگ لیبرال کاپیتالیستی غرب که خیلی هایپر اندیویدوالیستیکه، تمرکز زیادی روی فردیت و یه ذره از اون حالت اجتماعی شاید دورتر شده. با بالاخره تکنولوژی هم قرار بود ماها رو به هم بیشتر وصل بکنه، ولی بعضی وقتا درسته که خیلی این اتفاق زیاد افتاده و ما به خاطر تکنولوژی تونستیم الان همه دارن اینو گوش میکنن و به همه جای مختلف دنیا میرسه، ولی طرف دیگه هم خیلی باعث شد که ما بیشتر بریم تو اون لاک شخصی خودمون. ولی مثلا یه چیزی که من اینجا متوجه شدم توی خود فارم هم اینه که توجهی کمتری که میکنم توی دم دستگاه الکترونیک، این خودش باعث میشه که آدم یه ذره یه آرامشی پیدا کنه توی ذهنش، یه کلاریتی میاد که حالا بعدا بیشتر صحبت میکنیم. همین داستانی که آرت آف بوردم و هنر حوصله سررفتگی و این چیزا که با هم در مورد تو اپیزود قبلی میتونم در مورد اون خیلی صحبت کردم. و ولی مثلا من میگم مثلا وارد بحث پیپرت بشیم، چون کل فلسفه و بحثمون توی چارچوب اون فکر میکنم قرار میگیره، یعنی از A تا Z همه چیز هستش، اون تو همه چی تو کاور کردی، قطعا کل فلسفه داستان اون تو هستش. و میدونیم با این شروع میشد که در مورد تعادل بین انسان ها و کره زمین صحبت میکنه، این تعادل چجوری میتونه به وجود بیاد، به خصوص اون اولش هم که شروع میکنی در مورد میدونی صحبت کردن در مورد کشاورزی صنعتی و میدونی چی میگن مونوکراپ و چی میگن مونوکراپ به فارسی چی میشه، مثلا تک محصولی. آره. و این چیزایی که مثلا زیار آزانی به خاک و به صنعت و به آلودگی و این چیزا و پستیساید نمیدونم کل این چیزا و به خاطر صنعتی بودن کل این آپریشن ها یه ذره بیشتر رفته به سمت کامرشال و اقتصادی این فارما و از اون حالت لایف استایل و از اون حالت اجتماع یا اون کانکشنی که با طبیعت و زمین داره یه ذره دورتر شده. ولی مثلا از سر کووید به بعد یه ذره متوجه شدیم که داره یه ذره دوباره علاقه پیدا میشه، همونجور که دیدیم دوباره همه فارما دارن فروش میرن و یه سری آدم هم یه چیزی اصلا کلن توی ما انسان ها هستش که اون بازگشته به طبیعت یه پارتیمون هستش توی وجودمون که دوست داره برگ وقتی میریم بالای یه کوه یا یه دشت زیبایی میبینیم، یه رودخونه یا یه غروب خوشگل، یه چیزی تومون قلقلک میشه که اون حالت خیلی پرایمال تومون رو زنده میکنه که احساس میکنیم که این درسته. ولی حالا بحث تعادل و خلاصه میخواستم بگم تو خودت مثلا چی شد که یعنی به این بیشکه کم کم به این فکر کردن به این بحث این تعدل به این که بریم آقا فارم بزنیم این الترنتیو لایف استایل و خب یه قسمتش همون داستانایی بود که گفتم و ادامه اون اینه که من خب حالا یه ذره برگردم به عقب. من وقتی که جدا شدم جوری بودم خب چیکار بکنم، رفتم بارسلون، دختر خاله‌ام اونجا بود و با هم رفتیم یه رود تریپی در یه فستیوالی در مجارستان. من اولین بار بود که میرفتم یه فستیوال و همه آدم ها دور هم و موزیک میزدم و میرقصیدن و من بعد دو سه روز رقصیدن یهو احساس کردم که چقدر من به طبیعت وصلم و آدم هایی که دور ورم نشستن، یکی که نمیشناسم داره بهم غذا تعارف میکنه. خیلی حالت عجیبیه اینجا اگه تو اتوبوس بشینی یا کسی نمیشناسیش و کسی به چیز تعارف نمیکنه که بگو. و
و بچه‌ها همینجوری تنون دارن میدونن، کسی هم مادر پدری دورشون نیست، انگار همه پدر مادرش نمیدونن. میگه گروه غریبه است، نه یه گروهی که فکر کن بری توی پارک بچه‌ها بدون همه هم تو خیالت راحت باشه که همه مواظبشونن. 20,000 نفر آدم، و خیلی برام این عجیب بود. و وقتی که برگشتم در ونکوور دنبال همچین داستانی بودم که آقا این کجای فرهنگه، این از کجا در اومده، و با اون فرهنگ دوباره اینجا پیدا کردم و اون گروهی که خب همین فستیوال ها را میندازن و خیلی بهش میگن ترانسفورمیشنال دانس کالچر، یعنی فرهنگ رقصی که خیلی برای تغییر درونیه در واقع. و بعد دیگه خب یه قسمت این بود که با این فرهنگ و با این کامیونیتی آشنا شدم، و یه قسمت دیگه‌ش هم این بود که یه کامیونیتی هاوس شروع کردم. و اون کامیونیتی هاوس مثل یه مدل کوچیکی بودش که 7-8 نفر آدم بودن تو اون خونه و ما با هم زندگی می‌کردیم و همه چی رو شیر می‌کردیم. و بعد خب شما اگه بخوای گروهی زندگی بکنی و تصمیم بگیری همه کارا رو انجام بدی، خب بعد یه سری تولزای می‌خواد، بالاخره کانفلیکت داره، چه جوری با هم تصمیم بگیریم چیکار بکنیم. و اون خیلی قسمت مهم آموزشی پرورشی بود برای من که اونا رو خیلی خیلی از اون تولزا رو یاد گرفتم. و در واقع باغ ورژن دوش بود، به خاطر اینکه خب تو کامیونیتی هاست آدم ها می آمدن و می رفتن، و باغ یه ذره شما وقتی که زمینی هست و کشاورزی هست و اینا همه چی رو می دونی گراوندد تر می کنه. و این یهو شد اینکه آقا اون خونه رو بدیم بیایم مرحله دو. و خب همون تجربه ها بود و همین که با اون کامیونیتی و اون دوستان بالاخره بیشتر آشنا شده بودم و اعتماد کردم که بالاخره اینا میان و این قضیه رو تیکر میکنن. و خب خیلی خیلی چیزی که اتفاق افتاد از تصور من خارج بود، خیلی سورپرایز شدم، بیش از تصورم بود. و اونم میگم یه ذرش ماجیک آف کامیونیتی، به خاطر این که در واقع اون جمع از فرد خیلی بیشتر میدونه، و اگه ما بتونیم یه جوری دور با هم کار کنیم که تصمیمات دست یه نفر نباشه، بتونیم تصمیمات جمعی بگیریم، خب مسلما خیلی فراتر از اونی میره که یه نفر بتونه فکر کنه. و در ادامه همین حرفت، من چیزی متوجه شدم اینجا، با اینکه سرمایه مالیش با تو بود بیشترش و 100% حتی نمیدونم دقیقا، ولی تیمی که آوردی تو اینجا، یعنی الان 5-6 نفر هستن که حالت دائم اینجا زندگی میکنن باهات، و یه سری آدمایی هستن که میان هر از گاهی کار میکنن توی بارن یا والنتیر درست کار که نه، اینجا کسی اصلا هیچ گونه رابطه پولی وجود نداره، هر کی میاد کار میکنه در ازاش مثلا یا غذا میگیره یا فقط برای عشق خودش میاد که فقط طبیعت، یا یه سقفی هست چه اتاقی داره، یعنی رابطه دیگه با پول تعریف نمیشه اینجا اصلا. اون یه چیزی که خیلی خیلی به نظر من کانسپت جالبیه که بعداً اینو بیشتر میریم تو دیتیلش در مورد این داستان پول و نقشش توی جامعه مدرن. ولی چیزی که مستم اینجا برگردم بهش این بود که توی تیمی که انتخاب کردی و راه روش حکومتی این فارم، من یه تعادل خیلی باحالی میبینم که بین تو و بچه‌هایی که اینجا هستن، یکی مثلا خیلی مثلا محافظه کار توری و خیلی تو لاک خودش، یکی خیلی لیبرال تر و دموکراتیک تره، یکی مثلا خیلی هیپی توریه، یکی میدونی تمرکزش رو علم فقط، یکی توی سپیریچوالیتیه، یعنی یه تعادل باحالی هست. با اینکه همه تونم بعضی وقتا، یعنی این به نظر من شاید پرو اند کانز این قضیه باشه که همه تون شاید همیشه با هم دیگه موافق نباشین سر یه بحثایی، ولی با هم دیگه یک نظمی دارین، یه انسجامی هست بینتون که بعد با اون جلسه‌ای که هفتگی میذارین و با هم درد و دل، یه چیزی خیلی دوست داشتم اینه که جلسه های هفتگی که اینجا میذاشتیم میدونی همه از قلبشون حرف میزدن، به جایی که مثل میتینگ هایی که توی کمپانی ها هستن آقا کوارترلی ارنینگ چقدر بود، جدول و چارت رو بیاری و بگی آقا ما انقدر تولید کردیم، انقدر فروخت، انقدر مصرف شد، انقدر به گار رفت، انقدر فلان شد، ولی اینجا همه میان حرف از دلشون میزنن، میگه من این هفته این احساسو خوب کردم، این احساسو بدو کردم، این مثلا توقع رو داشتم یا این عشق رو داشتم، و یه بحث از یه جای خیلی واقعی شروع میشه و بعد با هم دیگه در مورد کم کم، یعنی بحث با این شروع نمیشه که آقا تو فارم مشکلات چیه، اول در مورد شخص صحبت میشه، در مورد قلبتون، یعنی حالت خیلی سوماتیک به قول خودت که آدما شروع میکنن از اینکه اون احساسی که تو دلشون وجود داره صحبت میکنن و میرسن تا به بیرون و به مسائل دیگه. توی این پروسه با این سیستمی که دارین اداره میکنید اینجا رو، این چه آزمون خطاهایی داشت؟ چون ما در مورد اینم با هم صحبت کردیم، مظهره که چون
یه توضیح هم اگه میتونی بدی لطفا در مورد فارم، چون بلکه بچه ها بیشتر تونه درک کنن که مثلا هر هفتهش مثلا یه سری تیم میاد، یه سری پاد هستش و اینا رو میگه، در پرانتز اینا رو میگه توضیح بده که و بعد اینکه چجوری با تیمت اداره میکنید و چجوری سعی میکنید به اون نظم و انسجام برسین. که من همیشه بهت میگفتم ترسم از تو اینی که انقدر اینجا رو دوست دارم، انقدر خوبه که شکست نخوره این پروژه، وگرنه همه چیزایی که من بهش باور دارم انگار مثلا شکست میخوره. که این البته پروجکشن کم بوده و انسکیوریتی خود منه ها، ولی چون انقدر اینجا رو دوست دارم. خیلی خوب گفتی. این یه تیکش این 10 تا سوال بود اونجا. یکیش اینه که ماجیک، میگم من بهش ماجیک اف کامیونیتی، یعنی شعبده جمعی. و این یه مثالش اینه که ما هفته قبل یه پاتلاکی بود اینجا که هر کی یه غذای آورد واسه تولد من این، و بعد خیلی خب هیچکی هم برنامه نریخته بود، 8 نفر بودیم و این انقدر جالب بود که هر کی خودش یه چیز درست کرده بود، ولی تو برنامه ریزی هم میکردی انقدر قشنگ در نمیامد که یه کسی فکر کرده بود دسر بیاره، یه کسی اینو فکر کرده بود سالاد بیاره، یکی فکر کرده بود سوپ بیاره، یکی فکر کرده بود یه کاری درست کنه، یکی فکر کرده بود یه ذره سیب زمینی بیاره. و این هر دفعه که ما این کار پاتلاک رو انجام میدیم خودش اتفاق میفته. و این یه چیزی حالا به صورت آماری هست که وقتی که یه گروه آدم جمع میشن غالبا اینجوریه که همه این چیزا، اکسپرتیزا و اون گیفتایی که هر کی میاره، اون حالا فارسی سخته، اون با هم میخوره. یه مقدارش واقعا اینه، ولی خب یه مقدارش هم طراحیه که فکر میکنیم که خیلی خب آره واقعا الان یه آدم جدیدی میخوایم بیایم چیه. ولی این ماجیک آف کامیونیتی واقعا شعبده جمعی یه چیز عجیبیه که خیلی خیلی جالبه، به خاطر اینکه خب هر کسی یه چیز تالنت مختلفی داره دیگه. و اگه که ما واقعا فضا رو یه جوری درست بکنیم که هر کسی اون تالنتش و اون چیزایی که دوست داره و علاقه‌ش و از دلش میاد بیاره و در اختیار اون کامیونیتی قرار بده، یهو میتره که اصلا خیلی خوب میشه. آره، بعدم این که میگی که در میتینگا با شروع میکنیم با حالا به قول خودمون با چکین که هر کی کجاست و اینا، یه اینم خیلی از من چیز مهمیه، به خاطر اینکه حتی تو بحث‌های شخصی هم هست، مگه که دارم با تو حرف میزنم اولش اینه که من یه جایی هستم، اگه که خوشحال باشم یا ناراحت باشم یا هر جوری که هستم از اونجا شروع کردم. اگه عصبانی یا خستم مثلا خیلی حال و حوصله ندارم که درست مثلا باهات بحث کنم، درسته؟ اگه که یه مقدار مثلا استراب دارم اینجوریام که اوه الان چی میشه اینا مثلا، و این تاثیر میذاره. برای همین این که من بدونم واقعا تو کجایی، تو بدونی من کجام، حالا یه قسمتش اینه که واقعا احساس نزدیکی بیشتری میکنیم، یه قسمت دیگه‌ش هم اینه که اگه که من مثلا ساکتم یا زیادی هایپرم یا حالا هر جوری هستم، خب تو فضای بیشتری داری که میدونی منو بفهمی، درک کنی، مثلا بتونیم با هم دیگه کار کنیم، اونم خیلی مهمه. و خب این حالا این بحث احساسی بحث بزرگه و اصلا اصل قضیه داستانه که حالا من میذارم تو پرانتز. و یه سوال دیگه کردی که آقا اینجا چجوریه و چجوریه، خب اینو خودت بگو، خودت که اینجا بودی از همه بهتر قصه تعریف میکنی. من میرم اینجا میرسم تو زر تعریف کن از من ببینم تو الان اینجا یه ما بودی نظرت بابا چیه، ببرمید. خودت میگفتی بهتر بود، ولی حالا من میگم کلن برداشت من یه نقره اومده اینجا گرفته خوابیده، قربونت برم نقره. آره، یه خب تو یه چیزی که خیلی روش تاکید کردی میگم، همون تعادل بین انسان و طبیعت و کره زمین، این برات یه تم اصلی بود. ولی این فارم بیسش اینه که از غذا به عنوان یه ابزار تغییر اجتماعی استفاده میکنه. و این چون بالاخره قضیه چیزی که ما دورش خیلی مثلا یکی پایه‌های اصلی زندگی و طبیعت بالاخره دیگه، و اینکه با غذامون چه ارتباطی داریم، از کجا میاد، چه جوری به وجود میاد، و اینکه اینو ورداشتی ترکیب کردی با فرهنگ اجتماع، رقص، میدونی یوگا، اسپریچوالیتی، مدیتیشن، و این جایی که بهش رسیدی، این تعادل بین همه این متغیرهای مختلف باعث شده که آدم ها یه جوری دور هم بیان با بدون هیچ توقعی که آقا ما باید اینجا مثلا تو میری یه جا پول میدی
و یه توقعی داری که آقا من در ازای پولم من همچین سرویسی از تو میخوام. ولی اینجا اصلا این فرهنگ وجود نداره. اینجا خیلی شبیه مثلا تو برنینگ منم همین جوری بودی که مبادله کالا به کالا یا عشق قلب به قلب، مثلا تا توقعی هم نیست که من تو رو بغل میکنم تو یه بطری آب به من میدی. این یه جوری همون کانسپت ولی آپگرید شده با یه نظم بیشتری که یه سری آدمایی هستن که از شهر میان اینجا هر هفته، معمولا شنبه ها یه 30 40 نفر 50 نفر بسیاری داره که چقدر بیان. بعد اینا هر کدومشون فکر کنم تا 150 تا خانواده هست اگه اشتباه نکنم. اینا عوض میکنن، سرکولیت میکنن نوبت هاشون رو هر هفته و میان اینجا توی زمین، توی گاردن، توی فارم، توی فروت فورز که جنگل میوه بود، جایی که بنده مسئولیتش رو داشتم و ترکوندمش امسال و میان زحمت میکشن میرسن به زمین، در حالی که وسط هفتم که خود تیم دائم که اینجا هستش و خودشون دارن همچنان کار میکنن و آخرش هم از هر محصول و هر چی که هستش مساوی بین همدیگه توی این بیناشون تقسیم میکنن و خب کل چیز به دست میاد. آدم ها سوال میکنن خب وا این که چه چیزیه، ولی خب تو حساب کن تو داری میری یه جا توی طبیعت هستی، دستت خاکی میشه، یه اجتماع هست که دور هم با هم دارین صحبت میکنید، درد دل میکنید، غذا میخورین، داری یاد میگیری که اصلا کانسپت فارمینگ چیه و توی این پروسه هزاران چیز مختلف هست که تو داری به دست میاری. یعنی فقط یه چیز نیست که تو داری به دست میاری توی این پروسه و دوستیایی که اونجا، بعد شبایی که دور آتیش میرقصیم و موزیک و کل این چیزا رو همدیگه به نظر من یک حالت یک یوتوپیا یا چی میگم مدینه فاضله میشه فارسی که برای آدمای خیلی که به این لایف استایل های آلترناتیو خیلی علاقه دارن و بخصوص این هیپی توری. و میگم من تو خیلی فرم های مختلفی بودم ولی همیشه بحث پول یا قدرت خیلی چیزا رو به هم میزد، داینامیکو خراب میکرد. و یعنی پول، قدرت و فلسفه، بعضی وقتا کسی بود که با یه فلسفه غالب میگفت آقا باید همه اینجوری فکر کنن و اون باعث میشد که باز دوباره همه چیز خراب بشه. ولی من همچین برداشتی کردم که تهش هم برمیگرده به این که به خود شخص و رابطهش با دنیای اطرافش و نمیدونم چقدر خوب یا بد توضیح دادم، ولی این برداشتی بود که خود من کردم تو پروسه‌ای که اینجا من زندگی می‌کردم، این حسی بود که گرفتم. و اگه چیزی هست که می‌خوای اضافه کنی بگو حتما. خیلی خوب گفتی، قطعا از خودم بهتر گفتی. شما ثبت نامی داشت برید اینجا کار مارکتینگ ما رو انجام بدین قوی. خیلی خوب گفتی و آره من دو تا چیز اضافه میکنم. یکی این که این که گفتی که دقیقاً که در واقع ما از قضا استفاده می‌کنیم برای درست کردن یه فرهنگ جمعی و خب میان اینجا آدم آخر هفته توی باغ کار میکنن و عصر برنامه اینه که حالا یه پاتلاکی و بعد کار فرهنگی شروع میشه، موزیک و رقص و یه آتیشی هست و قصه میگن و بعد یه شنبه همه واسه همدیگه ورکشاپ میذارن و در واقع این قضایه اون قسمتیه که همه رو میاره کار کردن و باغ دوره هم و بعد اون قسمت کانکشنش شروع میشه و اون خب خیلی قسمت مهمیه که واقعا شنبه عصرها و یه شنبه ها و خیلی اونایی که میان همیشه ما تشویقشون میکنیم که چیزهای مختلف آفر کنن، بخواد اینکه خب دنیا دنیایی که همیشه ما تو فکرمونیم و تو ذهنمونیم و چی کار کنم و دو تا چهار تا و بعدش هم که میایم پای تلویزیون روشن میکنی دیگه بی‌حسی نامینگ اوت، درسته؟ و خب این یه جاییه که درست برعکسشه که همش داریم با حسمون کار میکنیم، با طبیعت کار میکنیم، اون غذایی که داریم میخوریم بهش وصل میدین. تو سوپرمارکت تو میری یه هویجت اگه که نمیدونم میوه یه ذره کج و کوله باشه ور نمیداری، اینجا این هویجای پیچ و پیچی خراب ور میداره اینجوری با عشق فراوان. میگه وای این چه هویجیه. میگم مثل اینه که هر کی فکر میکنه بچه خودش نابغه ترین بچه است، اینا همونجوری هویج منه. و خب این ارتباطه دیگه، این در واقع ارتباطیه که با طبیعت داره برقرار میشه و همونجوری این فضایی که ارتباطی که با همه با همدیگه برقرار میکنیم و خب اون کارهای فرهنگی و کامیونیتی بیلدینگ. خب یه قسمتشه. یه قسمت دیگه‌ش هم این داستان مالیش اینه که در واقع این یک بابای بود چارلز آینزنستان، یه جمله‌ای داشت که خیلی من تحت تاثیر قرار داد، میگفتش که money has commoditized our relationships، یعنی در واقع پول اومده روابط ما رو کامادتایز کرد، یعنی روابط انسانی اومده به صورت یه چیز خرید و فروشی در آورده. و اینکه اگه که مثلا
من به شما یه داست مثلا چه میدونم یه هویج بدم تو به من پول بدی، خب این تموم شده این رابطه. ولی اگه من به تو هویج بدم تو قرار به من یه چیزی پس بدی، خب تو باید بدونی که من نیازام چیه، منم باید بدونم که تو اصلا چی داری که به من بدی. این ارتباط هم باید بمونه واسه اینکه این بده بهسون کامل بشه، درسته؟ برای همین در واقع این اتفاقی که افتاده واسه اینکه همه چی پولی شده، حالا مخصوصا در دنیای غرب، اینکه دیگه تو پدر بزرگ مادر بزرگ هم میخوان نوشون رو نگردنن، مثلا میگه خب بیا اینجا بذار ساعت $10 من میگیرم، مثلا میگم همه چی هی بیشتر و بیشتر کامادتاز شده، روابط همه چی هی بیشتر و بیشتر پولی شده. و خب ما خب تو فرهنگ شرقی اینو کمتر داریم، حالا یه مقدارش به خاطر این که اون اینستیتوشن ها و اینا درست نیست، اونجا با همه چی رابطه ای انجام بدی، حالا دلایل خودشو داره، ولی کلن این خیلی از کارها با روابط انجام میشه. و من حالا نمیخوام بگم که اون همه چیش خیلی خوبه، ولی بالاخره یه المنت های از اون فرهنگ خیلی جالبه. و خب اینجا ما داریم سعی میکنیم که در واقع در داخل این کامیونیتی ارتباطمون ارتباط مثل خانواده باشه، در واقع بهش میگیم فارملی، در واقع ارتباط خارج از پول باشه. بعد اون وقت ما اون وقت این الان پولمون اینجوری در میاریم که این فرهنگو میریم آموزش میدیم به شرکت ها و اونا، بخواد اینکه خب توی شرکت هم واسه اینکه همه بتونن با هم دیگه تیم ورک خوبی داشته باشن و درست کار کنن، خب اون المنت ها اینجا که به هم اعتماد بکنن، مشکلاتشون رو حل بکنن، اونا رو خب خیلی همه تولزای مهمیه و بیشتر و بیشتر هم همه دارن یاد میگیرن که آقا چقدر کامیونیتی مهمه، هم در داخل شرکت ها هم واسه سستینبیلیتی، اینکه آقا این دنیا اگه قرارش تموم نشه، یعنی تموم کنه ما تموم میشیم، دنیا که میره ما نباید قرار ما بمونیم توش، اینه که باید بتونیم این فرهنگ جمعی رو راه بندازیم. برای همین از زوایای مختلف کلن این خیلی کامادیتی ارزشمندی شده و خب حالا ما باید بتونیم که اینو بیایم تبلیغ کنیم. شما هم ثبت نام شدی برای کار مارکتینگ، ما تشریف بیارید این کارا رو بکنیم، ما پولدار بشیم، بیا خوشحال بشیم، بریم آپارتمان سازی. آره تایش همه متاسفانه میان اون بساز بنداز رو میندازن دیگه. ولی ببین این من که یه ذره نقش دوز ادوکیت هم بازی کنم و یه ذره یه نقد کوچولی هم وسط بکنم و بگم این ایدئاله، ببین خب خیلی هیپیتوری که منم اتهام طرفدارشم که اصلا این مدلی که دادی بهش میگیم کامیونیتی سپورتد اگریکالچر، درسته؟ سی اس ای بهش میگن دیگه. سی اس ای وجود داره، ما اونو مودیفای کردیم سی ای. سی اس ای مدلیه که در واقع یک فارمر، یک کشاورز میاد مثلا میگه که من 50 تا ممبر میتونم بگیرم، 50 تا عضو میگیره و کاری که میکنه اینه که یه جعبه مثلا حالا سبزیجات اینا هر هفته واسه این 50 نفر میفرسته تو شهر. اینا این 50 نفر میان اول سال به این یه پولی میدن، میگن مثلا نفری ما مثلا $100 بهت میدیم که تو بیای هر هفته یه جعبه بدی. خب اولا واسه این کشاورزه این چند تا عضو داره، یکی اینکه اول پولشو اول میگیره، میتونه به اینا کمک بکنه، پول کمکش میکنه که بتونه خزینه هاشو بده، درسته؟ بعدش هم این که این چیزو کمک رو به کشاورزی میکنه، چون در کشاورزی خب یه کار خیلی پر ریسکیه، تو یه روز میاد حلزونه میاد تخماتو میخوره اون پرنده میاد، ما اینجا 80 جور چیز میکنیم، خب 10 تاش ممکن اصلا در نیاد، درسته؟ برای همین این به اون کشاورزم این شانس رو میده که بر اساس اون چیزی که براش در اومده یه جعبه واسه اینا بفرسته، حالا یه چیزی چه ذره کم و زیاد بشه. و بعد اون وقت اون آدما به این فارمه در حالا تئوریتیکلی یه وصل میشن، در واقع میدونی که تو غذا داره از کجا میاد، اینجوری نیست که بری تو سوپرمارکت یه چیزی رو ورداری ندونی اصلا، باز حداقل یه لول این ارتباط نزدیکتر میشه. حالا این مدلی که ما درست کردیم، مدل CA یعنی Community Agriculture، اینه که اون ساپورت رو از این تو دروردین، یعنی شما نمیای به کشاورزه کمک بکنی حالا پول بدی، شما خودت کشاورزه ای میای آخر هفته اینجا کارتو میکنی، بعدش هم اینا رو جعبه میکنی میبری تو شهر. و اون وقت اینا رو یه پاد سیستمی درست کردیم که مثلا هر 5-6 تا خانواده تو شهر یه دونه گروه هم با هم که اونا تو یه مثلا تو یه دونه محله با هم زندگی میکنن، خونه هاشون نزدیک همه، بعد یکیشون هر هفته میاد اینجا بیل میزنه، بعدش هم اینا رو جعبه میکنه و میبره اون 5 تا خانواده‌ای که دور و برش هستن تو اون محله تقسیم میکنه و باعث میشه که تو شهر هم اینا به هم وصل بشن، هم تو شهر به هم وصل میشن، همین که یه حالت فارم شیر داره، کارشون کمتر میشه چون یه نفر میاد و اینکه دیگه خودشون هم بالاخره تمام این مزایای کجاورزی و دامداری و رقص و پایکوبی و همین کارهای خوب رو میبرن. ولی میگم در ادامه هم نقطه که میخواستم بکنم این که خب ببین در جواب این که
ما کشاورزی صنعتی اگر نباشه خب نمیتونیم این جمعیت گنده‌ای که هستش رو غذا بدیم تا حدودی، یعنی نیاز هست. حالا یه سری یعنی میخوام بگم که من خودم طرفدار کشاورزی صنعتی و اینا نیستم اصلا به هیچ عنوان، ولی مثلا الان یه واقعیت هستش که مثلا الان ما توی حالت تون این مسائلی که داریم در مورد صحبت می‌کنیم، حالت جهان اول طوریه احساس می‌کنم، یعنی جهان سوم شاید یه مسائل دیگه‌ای داره، هنوز دارن در مورد حق و حقوق و بیسیک و آزادی و بیان و زندگی و زیستن و سکشوالیتی و خیلی چیز دیگه اصلا تو فکرشونه. حالا ما اینجا یه ذره آپگریدتر و آرامش بیشتری داریم توی این لیبرال دموکراسی غربی، ولی خب میگم از اونورا مسائل مصرف‌گرایی و تاکید روی فردیت و دور شدن از اجتماع اینا هم هستش. می‌خوام بدونم که این مدل اما من میبینم یه شیفتی هم میبینم که علاقه بیشتری باشه به سمت این مدل ها، ولی چی کارا میشه کرد یا اصلا شدنی هستش که این به حالت یه ذره مسکل تر ادابتد بشه این جور فارمای آلترناتیو یا این جور روابط های غیر حالت کپیتالیستی که استاندارد و میشه این مدل های جدید تعریف کرد؟ چون اون پیپر که داده بود امروش بخونم گروث without prosperity درست گفتم یا برعکس بود؟ prosperity without growth مال تیم جکسون. به چند دوستای اقتصاددان هم در ضمن اگه ایسه اقتصاددان یا آدمایی هستن که توی این بحثا علاقه دارن شرکت کنن یا ادامه بدن نظر خودشونو، ولی از اون ور دید صنعتی، یعنی درست یعنی ضد این حرفی که ما داریم امروز می‌زنیم، خیلی خیلی کنجکاوم که شما هم بیاین توی پادکست با هم صحبت بکنیم. ولی بحثای تیم جکسون به بیسی دو صاحب نشون دادم اقتصادانم، گفتن آقا این از این حرفا هیپی دی پیه، این مدل رو سعی کردن و نشده و امکان نداره که آدم بتونه، مثلا چون دنیا به سمتی که آقا تو باید یه سام زیرو گیم، یه سری محصول هستش تا بری اینا رو در بیاری و یا تبدیل کنی به چیز دیگه یا همون جوری که هست بفروشی، و یعنی همه چی رابطه اتفاقا اونا میگن با پول همه چی تعریف میشه بر اساس حداقل دنیای واقعی که داریم توش زندگی میکنیم. خلاصه رو می‌خواستم ببینم که چجوری میشه این جور کشاورزی و این جور لایف استایل رو بیشتر تشویق کرد که آدمای بیشتری جذب بشن بیاد سمتش، یا اصلا شدنی هست و نیست؟ ما همینجوری با یه سری پاکت‌های آدمای کوچیکی که این لایف استایل آلترناتیو رو دوست دارن بمونن توش. خب باز 10 تا سوال کردی، حالا من 2 تاش جواب میدم. اون وسط کشاورزی و نمیدونم جهان سوم و یکیشی بود، حالا یکیش کشاورزیه. اینایی که میگن آقا کشاورزی صنعتی فقط میتونه نجات بده، اینا حرفای دشمنه، اینا دشمنه، حرفا رو زده، شما خیلی اینا رو جدی نگیرید. داستانش اینه که در واقع سمال سکیل فارمینگ، بیشتر محصولات غذای دنیا رو سمال سکیل فارما، فارمای کوچولو انجام میدن، ولی اینجوریه که به خاطر اینکه آمار اینا ذخیره نمیشه، مثلا حالا اینکه حسن آقا یه باقی داره مثلا 4 تا خیار میفروشه، که این نمیره تو مثلا دیتابیس کی که اینا ذخیره کنه. شما اگر که مثلا داری یه کشاورزی هستی که میلیون ها ایکر داری، اونا رو بله سریع میفهمن، ولی سمال سکیل فارم اولا که دیتا راجبشون خرابه، یکیش اینه، یکی هم اینه که اصلا لارج سکیل فارم اصل بیشتر محصولاتشون میره واسه یه در واقع حیوانات، واسه گاوداری ها و اینا میده، در واقع اون چیزی که ما حالا در درجه اول میخوریم بیشترش از چیز میاد، از سمال سکیل فارما میاد، فارمای کوچیک میاد در دنیا، مثلا حالا الان عددش یادم نیست، چیزی 70-80% از اونا میاد. و خب این یه در واقع میثیه، این یه چیزیه که انداختن که حالا میث افسانه است دقیقا. وای خدای من ایلقا بعد فارسیم خرابه. آره یه افسانهی که در واقع اینا درست کردن که نه اینا میدونی اونایی که در قدرتن و دشمن و همه اونا، که نه اینا مثلا باید همه پولا رو داد به تکنولوژی و اینا. و این لارج سکیل فارمینگ، فارمای بزرگ، شما وقتی که موناکراپ داری، حالا فقط یه پرانتز باز کنم که این چقدر بده، اینی که اولا که به خاطر این که جمعیت زیادی از یه دونه محصول داری، خب این مثل یه مرضی اگه بیاد یا همه رو میگیره دیگه، واسه مجبوری یک عالمه بهش پستیساید بزنی، نمیدونم در واقع این، و بعد اون وقت به خاطر اینکه اینا همه ژنتیکلی اند، باید نمیدونم بیای، و خون پستیسایدها و هربیسایدهایی که میزنن تمام این
موجوداتی که تو خاک هستن رو میکشه، بعد هی بهش چیزای شیمیایی میزنن. در واقع مثل اینه که در واقع شما وقتی که مثلا اینجا که الان ما همه ذرت در میارن، انگار که داری تو کویر چیز میکنی، کشاورزی میکنی، یعنی تمام انواع و اقسام موجودات دیگه که تو اونجا تو خاک زندگی میکنن و در واقع کمک میکنن به رشد خاک و هلت این محصولات، اینا رو در واقع همه رو از بین میبری و یه چیزی نیستش که بشه ادامه داد. و خلاصه مشکلات زیاد داره، انواع و اقسام مسائل مختلفو داره و واقعا اینطور نیستش که نشه و خیلی از محصولات میره، ولی خب متاسفانه کمک زیادی نمی کنن دیگه این. و یه چیزی دیگه هم گفت یادم رفت، یه سوال دیگه آخرش کردی چی بود؟ آها خب آخرین سوالت این بودش که پولم، این رفیقای اقتصاددانت میگن که آقا اون چیز اصلیه پوله و اگه تو بخوای یه کار دیگه بکنی این میدونی اینا الکیه نمیشه. و خب حالا من الان مثل اینکه یه موشک زدی با خمپاره جهاتو میدم، ما بچه جنگیم کلا اینجوریه دیگه این حالت. این خب این کتاب حالا آقای یووال نوآ هاراری سیپینز، اون خیلی قشنگ توضیح داده که میگه آقا ما اصلا آدما موجودات افسانه هستیم در واقع همه دنیا، این که حالا دلیلی که ما اومدیم و در شدیم اشرف مخلوقات درش افسانه است، که حالا اون داستان دیگه ایه که چرا میگه برین کتاب بخونین خیلی قشنگه، من خرابش نمیکنم. ولی یه چیزی که خیلی قشنگ توضیح میده، میگه که بزرگترین افسانه هم افسانه پوله، در واقع اینم یه چیزیه که قصه ایه که ما همه خودمون درست کردیم. درسته همه این داستانا اینا منمیده، ساخته یه قراردادیه که ما با هم داریم که آقا اینو من این کارو بکنیم اینجوریه، بعدش هم یه روزایی هم یکی ورشکست میشه میگن آقا اصلا این قرارداد دیگه کنسله. درسته پس این بحثی که نه اینا همه هیچ جور دیگه ای نمیشه کاری انجام داد، این اصلا چیز نیست. و خب مسلما تو اگه از اقتصاددان بپرسی خب همینه میگه دیگه، اون که اصلا زندگیش همینه دیگه، راه دیگه ای نداره. برای همین من دعوت شما رو برای بحث با اقتصاددان اصلا رد میکنم، یه مشخصه که فایده نداره. ولی خب میگم on a practical level و راه عملی درسته بحثه، من میفهم تو میگی آقا ما حتما حتما یک آلترناتیوهای هستش به سیستم اقتصادی که الان غالب بر دنیاست و داره، من میبینیم یه به سمتهای مختلفی که داره میره، به خصوص با مشکلاتی که داره پیش میاد، چه از لحاظ مارکت کراش های مختلف، چه سپیکولیشن ها، چه نمیدونم اینفلیشن فلان، که این کلمه رو هیچ کنم به فارسی بلد نیستم. حتما میدونی چون اصلا به یه سمتی داریم میریم و احساس میکنم که میدونی فرق طبقاتی اقتصادی کشورها، چه جهان سوم چه جهان اولی فرقی نداره، انقدر داره زیاد میشه توی جامعه و میدونی من نمیدونم معادلای مختلف اجازه آقا ما بگیم یه چیزی یه قسمت بگیم. الان گفتی اقتصادی، خب آره همه مشکلاتی که گفتی درست، ولی یه چیزی که هست که از همش خرابتره که خیلی در واقع پایه‌ای و بنیادیه، اون بحث رشد اقتصادیه. آقا داستان اینه که این دنیا، این داستان سیستم اقتصادی یه جوری ساخته شده که باید همش رشد بکنه و خب تو در یک دنیای اندازه محدودی هستیم و خب این اصلا عملی نیست، به صورت فیزیکلی عملی نیست. یه مثال جالبی هست، یه سینگی هست میگه که هر کسی که فکر میکنه که رشد نامحدود توی دنیای محدود قابل در میشه انجام داد، یا دیوانه است یا اقتصاددانه، یه کس دیگه نمیدونم یه چیزی بگه. مهم این مسئله اینه در واقع. و خب اگه که این یه گیریه که ما توی دنیا الان داریم دیگه، و خب همه زندگی هممون هم اینجوریه که تو اصلا با این تفکر رشد اقتصادی درست شده و اینکه خب از بچگی فکر می‌کنی که خب پول بیشتر دارم، کسی فکر نمی‌کنه پول کمتر در بیارم، و خب پول بیشتر در بیاری باید بیشتر خرج کنی، باید بیشتر نمیدونم بسازی بخری، بعد خب معلوم مصرف بیشتره، خب تاثیر رو محیط زیست بیشتره، نمیشه دیگه تموم شد. آقا اگه دنیا حالا ده بعد برای این بود خب اشکال نداشت، هنوز میتونستیم ما با همون معادلات اون زمان که بله بیاین هر کی بخواد بیشتر داره. الان اینجوریه که آقا یه تیکه یه کیکی هست اینجا باید تقسیم کنیم دیگه، اینجوری نیست که هر کی تونست هر چقدر بیشتر ببره بخوره مال خود بهش میرسه. درسته معادلات عوض شده به خاطر اینکه انقدر ما صنعتمون پیشرفت کرده که دیگه تاثیرمون رو محیط زیست و دنیا انقدر شده که دیگه جواب نمیده. درسته برای همین مجبوریم که یک راه حل دیگه ای فکر کنیم.
و حالا اون وقت بحث دیگه شد اینه که واقعا این سیستم اقتصادی بر اساس پایه فرهنگی درست شده. در واقع میگه که فرهنگ لیبرال منحوت، لیبرال قلبی و چیه، فرهنگ منحت، فرهنگ منحت لیبرال غربی در واقع پایه فرهنگ کپیتالیسم و سرمایه داریه. برای همین اگر که خب بله نمیتونیم بالا رو عوض کنی تا اینکه فونداسیونش خراب بره، اگه میخوایم واقعا عوض کنیم باید اول ارزشامون رو عوض کنیم، فرهنگمون یه فرهنگ جمعی باشه، بعد در داخل این فرهنگ جمعی وقت اون میدونی سیستم ارزشی و اون چیزایی رو داریم که بعد میتونیم اون سیستم اقتصادی که میتونه اونو ساپورت کنه رو بسازیم. اینا در واقع با همدیگه خیلی ارتباط خیلی نزدیکی داره، قدم به قدم با هم جلو میره. اینجا خب ما همون سیستم فرهنگ و سیستم اقتصادی در واقع یه قدم به همدیگه وصل کردیم دیگه، چون ترانزکشن اون بده بسونی که داریم که بدون پوله خیلی ارتباط داره به اون داستان فرهنگی که داره، اشاره سوسیو اکونومیک بهش میگن دیگه، اینا هم به هم کاملا مرتبطه. عجب خونپاره زدم بجور داره خونم بفهم. آره دوستا چه میذاره بیشترم در مورد این جنبه فلسفیش هم صحبت بکنیم، که هم بحثایی که تیم جکسون و والرسیل میکنن، که نقدایی که از لیبرالیسم میکنن به و تاکید روی فردیت تا به این سمت. چون میگم من نشستم کلی مقاله خوندم و ویدیو دیدم از والرستین و تیم جکسون. تیم جکسون هم قبلا یه ادوایزر به تونی بلر هم بود اگه اشتباه نکنم، و کلن بحثای اصلی اینا از لحاظ فلسفیه، یعنی تا تودی الان توضیح دادی ها، ولی دوست دارم میذاره بیشتر اکسپند کنی اگر حال داری. آره نه حتما. خب آی تیم جکسون میفرماید که در واقع این داستانی که هست اینه که فلسفه لیبرال غربی به خاطر اینکه همه آدم ها احساس تنهایی میکنن و اینا، خب ما این نیاز کامیونیتی و جمعی رو در صورت داریم. ما میگن که humans are social animals، ما موجودات اجتماعی هستیم، حیوانات جمعی هستیم، موجودات اجتماعی هستیم هر جوری بگیم، و خب پس اون نیاز وجود داره. خب حالا چیکار میکنه؟ در واقع این بهترین خوراک فرهنگ سرمایه‌داریه که میاد به شما میگه که آقا آیفون 6 شد آیفون 7. خب بعد تو واسه اینکه احساس کنی که در واقع قسمتی از این جمع هستی بعد بری آیفون 7 رو بخری، به خاطر اینکه خب این آیفون 7 الان در واقع میشه مثل هویت، در واقع که آره من قسمتی از این هویت من الان این آیفون 7 درسته. و خب این در واقع این هویت سازی باعث میشه که آقا ما هر روز بریم یه چیزی بخریم، در صورتی که شما وقتی که میای اینجا بیل میزنی و مثلا اینجوری نشستیم دور آتیش با هم دیگه گپ میزنیم دیگه، هویت یه جور دیگه میشه. هویت این نمیشه که آقا مثلا من حالا چند تا کلیک گرفتم یا مثلا ماشینم اینجا چیه. مثلا اینجا خیلی جالب شده، حالا درسته که از اول از این ترانسفورمیشنال دنس کالچر یه گروه آرتیست بیشتر شروع شد، ولی الان خیلی از همه قشرهای جامعه از شما سرمایه‌دار و نمیدونم استاد و همه جور داری تا آدمی که اصلا نمیدونم به سختش پاشه بیاد اینجا، درسته؟ و اون تمام اون فاصله ها یهو شکسته میشه دیگه. هویت اونجوری این هویت اینه که آقا هر کی چقدر واقعا میتونه چیکار بکنه، چه گیفتی داره، چه چیزی میتونه به کامیونیتی بده، چقدر اوپنه، میدونی خیلی خیلی داستانای دیگه است. آره و در پرانتز والرسیم داشته می که تاکاش رو نگاه می کردم می گفتش که وقتی که تئوری های لیبرالیسم توی اون دوره عصر انلایتمنت و ساینتیفیک تایمز اومد، این توی دوره اومدش که می خواست بعد از در جواب به استبداد چی میگن؟ چه مانارکیه، چه دیکتاتوریه، چه اتوریتریانیسم، و اینکه اون اصلش این بود با تاکید بر لیبرالیسم کلاسیکال در از تاکید بر میگم آزادی های فردی و بیان و پرس و مذهب و جندر و سکشو و غیره، و یه خیلی تاکید روی این داشت، و در از این تئوری اون موقعی نوشته هنوز برای یک جامعه پری کاپیتالیستیکی در از داشت در مورد، و اینا تصور نمی‌کردن که مثلا میگفت یه مسئله بزرگ دنیای امروز اقتصادی اینه که یک کورپوریشن وانی فرد حق حقوق داره، یک مالتی نشنال کورپوریشنی یک انتیتی ماورا مرزی
و قول اقتصادی در اصل دیگه اون حق حقوق یک فرد رو پیدا میکنه، ولی قدرتی که داره در حد چندین کشور و قاره است. و میگفت این چیزایی بود که موقعی که تعریف میکردن این ایدئولوژی و این فلسفه به این چیز اصلا فکر نکرده بودن. و فکر میکنم یکی از مسائل دنیای امروز هم همین این تمرکز قدرت دست اشخاص یا کورپوریشن های خاصی که بگم از بیشتر از حتی یک کشور یا جی دی پی یک جمعیت یک کشور کامل پول دارن و اختیارات دستشونه، و این خب پیچیده میکنه خیلی از چیزها رو. دقیقاً این یکی از دلایلشه. این که میگم در واقع اصلا یه اورشوتی داشته، یعنی اینجوری بوده که آقا همه قدرت دست مثلا کلیسا بوده و مثلا حالا پادشاه و اینا، و بعد آدمام که هیچ حق حقوقی نداشتن، بعد اینا اومدن گفتن که نه آقا هم پس همه حقوق رو باید بدیم به آدما. خب این از این وسط از یه ور رفته به یه ور دیگه، اون وسط از جمع اصلا رد شده و الان در واقع جمع هیچ حق و حقوقی نداره، جمع فقط یک مجموعه آدماست. و خب ما الان خیلی مشکلات مختلفی تو همین باغمون داریم که چون ما می‌خوایم کار جمعی انجام بدیم اصلا هیچ حق و حقوقی نداره این جمع، همه چی تعریف شده واسه فرد. و خب تو یه کار جمعی نمیتونی انجام، همه نصف کارمون غیر قانونی هست، ما که عادت داریم غیر قانونی زندگی می‌کنیم، مثلا قاچاقی زنده ایم، ولی خب واسه ما آسونه، ولی اینا بقیه‌شون کلا خارجی‌ها خیلی راحت نیستن با این داستان. و خب این که در واقع اون فرهنگ کامیونیتریزم، فرهنگ جمعی میاد میگه که آقا باید یه بالانسی باشه بین فرد و جمع، و این بالانس خب بله فرد و جمع با هم یه در واقع چیزی هم دارن، یه اینتراکشنی دارن و یه تبادلی انجام میدن، و اون وقت این تبادل بسته از این که چجوری ما بتونیم این تبادل رو انجام بدیم میتونه خیلی مفید باشه، ولی یا میتونه اگه جنگمون بشه و نتونیم درست اون تبادل رو انجام بدیم یهو نابود میشه دیگه. و این یکی از این فیلسوفای کامیونیتریزم قشنگ میگه که حالا اونجوری که این تبادل رو تعریف میکنه، میگه که در واقع فرد نوآوری میکنه واسه جمع، و جمع هم در واقع پایداری، سیفتی و سکیوریتی میاره برای فرد. تو احساس میکنی که بله یه گروهی داری که کمکت میکنن، تو هم فکر میکنی که خب ما حالی آیدیایی دارم، بیان این کارم با هم بکنیم، درسته؟ پس این در واقع هر دوتا باعث یه کمکی به هم میشن، ولی اگه نتونن که این تبادل رو خوب با هم انجام بدن میپوکت دیگه، نمشد کاوشه. آره میدونی، چون یه تیکه ما همیشه اون احساس، اصلا اینم فکر میکنم جزی از وجود طبیعتمونه که دوست داریم متعلق باشیم به یه جمع، ولی میدونی مسیر این زندگی رات ریس توری 9 to 5 بری سر کار و بعد انقدر پول بدهکار باشی و پول مورگیج و فلان، تو رو هی هول میده به سمت میدونی که آخر شب همه میگن آقا من فقط میخوام بیام بیفتم رو موبایل تلویزیون رو روشن کنم مثل زامبی دیگه هیچی نفهمم و فکر نکنم. و این اصلا از میدونی از اون حالت طبیعی و اون میدونم حرفای خیلی هیپی دی پی این چیزا، ولی از اون حالت طبیعی ما رو خیلی در میاره. و به جای اینکه برای همین فکر میکنم یه نیازی هستش، مثلا خیلی آدمایی که مثلا این پادکست و این خانوادگی دور این پادکست وجود اومده به خاطر اینکه یه سری شعر و ورای منو شنیدن، میگن آقا ایول مثلا من با این حرف خیلی ارتباط برقرار میکنم، منم همین فکر رو میکنم مثلا. و آره. بگو یه من آخه باید برم، من 4 دقیقه دیگه میتین دارم. فقط okay. اینو میخواستم، این حرفی که زدی خیلی خوب بود و این دوره برگشتمون سر نقطه اولی که شروع کردیم، و من دقیقا به همین دلیل با این شروع کردم که آقا اصلا توی جامعه مریضی هستیم و همه چیش خرابه. حالا این که نیست، محیط زیستی و از خرابه، وضعیت اقتصادی هم خرابه، به سیستم آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، هر چیزی یا نگاه که همش مثل همه، یعنی همش متناسب با هم خرابه. و خب همه جام همینه، یعنی حالا من بیشتر زندگیمو توجه هم به حالا این کانادا و ونکووره که دیگه این دیگه خوبشه، دی بقیه جا هم که فبه ها، درسته؟ پس اصلا واسه همینم ما هم آدمایی هستیم که تو این دنیا رشد کردیم، خب من وضع ما هم خرابه. پس اینو حداقل باید آدم اول این بیسلاین رو داشته باشه که آقا هممون با هم وضعیت نمیدونیم یه جایی، و اون وقت حالا به حد دیگه از اینجا آدم شروع میکنه که خیلی خب حالا قدم به قدم کمک کنیم که بله خب یه مقدار اول از نظر روحی روانی بتونیم محیطی رو درست بکنیم که بتونیم رشد بکنیم، بتونیم این تراماهامون رو یکی یکی مثلا بهشون برسیم، بتونیم به همدیگه کمک بکنیم. همینجوری که ما اینجا با هم کار میکنیم تمام این لجناش میاد بیرون،
درسته اینا یه چیزی میگه یا یادمون میفته اینا جوری نره میزنی اینا و میگه آقا بخواه عوض میخواه مذرد میخواه شرمت اخلاق ورزشی تو. و خب این مهمه که در واقع اون فضایی و به نظر من اول از همه فضایی درست کنیم که بتونیم خورد خورد اینا را خودمون رو در واقع ادرس بکنیم و اون وقت این کمک میکنه که بتونیم مسائل اجتماعی رو ادرس کنیم. شما خسته نباشید و عزت رو بفرمایید. حالا تا صحبت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. بچه ها دمتون گرم، مواظب خودتون باشین. حالا اگه وقت شد میریم یه پارت 1 با هم ضبط میکنیم و چون هنوز کلی حرف هستش بین من و امیر مسعود. ولی دمتون گرم تا اپیزود بعدی. چاکس همگی. بی خواب و خوابالو مثل یه ابر علاف، ای این ور و اون ور میرم، بی حوصله می نقشه با صورت نشسته، هی خودم و دلداری میدم، مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری، مثل یه شنبه شدم، خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با عینک، خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعت. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، خواب و خوابالو، باز خواب خوب ندیدم خبری نشنیدم حتی